حبیب احمدی، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی از لندن، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای احمدی سلام. با توجه به تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در محکومیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان، به نظر شما چرا تاکنون نهادهای بین المللی در به رسمیت شناختن این جنایت تعلل کردند و آیا این اقدام می تواند تغییر واقعی در وضعیت زنان افغانستان ایجاد کند؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود، خسته نباشید. شما خدمت شما و بینندگان عزیزتان با تشکر از این به ما فرصت دادیم. خب متاسفانه جامعه جهانی، خیلی کشورها سالها هست که در مورد افغانستان پلیسی یا یک برنامه مشخصی را دنبال نمی کنند. خیلی از کشورها، تقریبا کشورهایی که مسبب قطعنامه یا رابط های قطر بودند که در اونجا برنامه ای که طالبان رو دوباره به قدرت آوردن، اینا در شریک جرمن در افغانستان، شریک اینا مسبب وضعیت ظاهری افغانستان هستند، خصوصا حقوق اقلیت ها و خانم ها. اما ای که جامعه کشورها اروپایی اقدام کردن، کار خوبی هست. بالاخره کمی در هست، اما بازم خوبه. اینا یک روزنه خیلی کمی، ولی باز هم روزنه هست برای روزنه امیدی که برای جامعه خانم های افغانستان ایجاد میشن، اینکه اینا فراموش نشدن و جامعه جهانی هنوزم به فکر اینها هستن. و همچنان در کنار بر تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا، خب در افغانستان هم شرایط طوری هست که امیدهای در دراز مدت به نظر میرسه که افغانستان طالبان نمیتونن در دراز مدت جناب احمدی ادامه بدن. تصویب این قطعنامه از سوی پارلمان اروپا چه پیامی برای کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با طالبان هستند داره و چه تأثیری بر مواضع آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهد گذاشت؟ خب با تأسف کشورها منافع ملی خودشون رو اول دنبال میکنن، خصوصا کسانی که مواشات با طالبان دارن، اونا دنبال کنترل وضعیت در افغانستان هستن، دنبال حداقل کردن ضررهایی که از سوی طالب به اونا قرار برسه یا میتونه برسه، اونا رو میخواد منیمایز کنه یا به حداقل برسونن. اما خب طبعا خب نمیتونه جامعه، هیچ کشوری نمیتونه از جامعه جهانی جدا باشه. خب باید اونا هم پولیسیشن رو مشخصا در مقابل در اقتبال طالبان، حقوق اقلیت ها، حقوق مذاهب، حقوق خانم ها باید مشخص کنن و باید به طالبان این برسنن که در مورد حقوق خانم ها و حقوق اقلیت ها نمیشه این رو با این رو مشاد کرد. و این متاسفانه خب جامعه جهانی یکی به هم دیگه نگاه میکنه که اول چرا بکنه، همچنان که در پروسه صلح اینجوری بودن، خب به نتیجه نرسید، آخرش هم وضعیت کنونی هست. اگر قرار به بین مشاد کنن یکی به دیگه نگاه کنه که اول باید شروع کنه، هیچی شروع نمیکنه، آخرش این هم به نتیجه نمیرسه. خب باید بالاخره هر که وظیفه انسانی، وظیفه همسایه‌داری، وظیفه حکومت داریشان هستن، بالاخره باید با حقوق بشر، با حقوق خانم ها، با حقوق اقلیت ها مشاد نکنن. و اینا در آینده افغانستان، اگر کشوری همسایه ای، اگر کشوری دوستی میخوان در آینده افغانستان با ملت افغانستان، با مردم افغانستان رابطه نیک و حسنه داشته باشن، مردم افغانستان این روزها رو فراموش نمیکنن. بله ممنونم. هر کشور اگر خواهد. ممنونم. با تشکر از حبیب احمدی، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.